سرخط خبرها. عوامل رو کشف کردن، دلایل رو هم میدونن، روش و چگونگی رو هم میدونن، یعنی اشراف دارن نسبت به این موضوع. کشف عوامل انفجار در تأسیسات هسته‌ای نطنز، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ظرفیت تولید اورانیوم غنی شده به میزان پیش از برجام برگشته. موافقت آیت الله خامنه ای با ادامه فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، رئیس قوه قضاییه میگوید به زودی پیشنهادهایش را به مجلس اعلام میکند. سفر زلمه خلیجزاد نماینده دولت آمریکا به دوحه در قطر، زمان اولین نشست گفتگوهای صلح بین الافغانی امروز اعلام می شود. و بازگشت لنس کیندر، قهرمان سکواش بریتانیا، در 86 سالگی هم می تواند راکت به دست گرفت. سلام و عصر بخیر. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید این کشور در حال حاضر بیش از 3 تن اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تازه‌ترین گزارشش گفته که این میزان 10 برابر سقف تعیین شده در توافق هسته‌ای یا برجام است. آقای کمالوندی اضافه کرده که با روند فعلی ایران ماهانه بین 250 تا 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تولید می‌کند که معادل ظرفیت تولید اورانیوم غنی شده این کشور پیش از برجام است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با اشاره به شناسایی عوامل خرابکاری در حادثه انفجار نطنز توسط دستگاه‌های امنیتی گفته که این موضوع در دست پیگیری است. اتفاقی که در نطنز افتاد متاسفانه اتفاقی است که جنبه خرابکاری داره و البته این رو سازمان‌های امنیتی ما هستش که باید دقیق بررسی بکنن. قرار هم بر این بوده که اونها اظهار نظر در این مسائل بکنن، تحقیقاتشون رو دارن ادامه میدن. تا جایی که ما اطلاع داریم عوامل رو کشف کردن، دلایل رو هم میدونن، روش و چگونگی رو هم میدونن، یعنی اشراف دارن نسبت به این موضوع. پیشتر از بهروز بیات، مشاور مستقل پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ویان، پرسیدم ایران با وجود ادعای آگاهی از عوامل و چگونگی حمله به تأسیسات نطنز اطلاعاتی در این باره نمیدهد. چه ملاحظاتی جمهوری اسلامی داره واقعا سخت اینجا قضاوت کردن. واقعیت اینه که این مدت هاست که روشنه که اتفاقی که اونجا افتاده در سر بمبگذاری، در سر خرابکاریه. آقای کمالوندی هم حرف جدیدی نسبت به مثلا حرفایی که هفته اخیر زده نگفته. حالا چرا جمهوری اسلامی مثلا الان نمیخواد به طور واضح، شاید بشه گمانه‌زنی کرد، چرا انگشت اتهامو به شدت و از اول بلافاصله مثلا متوجه اسرائیل نمی کنه؟ ممکنه ملاحظات سیاسی توش باشه، اما واقعا قضاوت در این مورد که چرا سازمان‌های امنیتی ایران اعلام نمی کنن فقط میشه گمانه زنی کرد. خیلی مشکله راجبش قضاوت کردن. در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، میزان ذخایر اورانیوم غنی شده الان 10 برابر سقفی است که برجام تعیین کرده. سطح غنی سازی 4.5% به جای 3.67%. سانتریفیوژ های نسل جدید به کار گرفته شده. فوردو که باید تعطیل می بود باز شده و دارن غنی سازی می کنن اونجا. تحریم ها هم که از طرف دیگه همچنان برجاست و قراره تا 2 هفته دیگه هم به گفته آمریکایی ها بقیه تحریم ها رو هم برگردونن. از برجام چه مانده؟ از برجام در واقع فقط بخش نظارتی بوده، به لحاظ عملی بخش نظارتی آژانس که آژانس نظارت داره هنوزم به تأسیسات ایران، به فعالیت‌های هسته‌ای ایران، و بخشی که
به لحاظ جوساز در واقع. اروپایی ها متوجه این موضوع هستن، من فکر کنم جمهوری اسلامی هم متوجه این موضوع شده، وگرنه این توافقی رو که همین هفته اخیر روزهای اخیر با رئیس جدید آژانس آقای گروسی کردن در مورد اینکه آژانس اجازه پیدا بکند از دو تا مرکز مورد نظرش، از دو تا محل مورد نظرش بازدید به عمل بیاره، خب نشانه این است که هم بین جمهوری اسلامی و شاید اروپایی ها توافقی شده که اندکی سطح تنش رو پایین نگه دارن. منتها آنچه که برمیگرده به فعالیت های هسته ایران، طبیعتا این به طور بالقوه میتونه انفجاری باشه، به این معنی که اون بقایای برجام از بین ببره. اروپایی‌ها الان نمیخوان، اروپایی‌ها به علل مختلف، از یک طرف مقاومتشون در مقابل یک جانب نگری دولت ترامپ، و از طرف دیگر برای جلوگیری کردن از افزایش وخامت اوضاع در منطقه که بلاواسطه متوجه اروپایی‌هاست. اروپایی‌ها نمیخوان برجام به هم بخوره، منتها این بازم بستگی پیدا میکنه به رفتار دولت جمهوری اسلامی ایران. شاید نکته جالب در این گزارش آژانس این باشه که جمهوری اسلامی میزان غنی‌سازیشو در این دوره سه ماهه نسبت به دوره سه ماه قبلی افزایش نداده. آقای کمالوندی ادعا می کند که ایران الان ظرفیت غنی‌سازیش رسیده به قبل از برجام، اما درسته به طور گرایشن به اون سمت هست، ولی هنوز به اون حد نرسیده و فکر کنم اندکی قلوف توش باشه. برای نمونه آقای کمالوندی میگه ما ایران الان 3000 کیلوگرم اورانیوم غنی شده داره، در حالی که گزارش آژانس که مال چند روز قبله میگه 2000 کیلوگرم. یعنی یه تناقضیه، معلومه برای مصرف داخلی، ما فکر میکنم به همچین تناقضاتی دست بزنن. از این لحاظ به نظر من مقداری گزافه‌گویی هم توی کل جریان هست، اما دور نیستن. بهروز بیات بود. در ایران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای تمدید فعالیت دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی موافقت کرده. این دادگاه ها دو سال قبل با درخواست رئیس وقت قوه قضاییه از آیت الله خامنه ای در یکی از شعبه های دادگاه انقلاب تشکیل شد. متهمان این دادگاه ها حق انتخاب آزادانه وکیل را ندارند و احکام صادره جز حکم اعدام قابل تجدید نظر خواهی هم نیست. علی مزرویی نایب رئیس کمیسیون برنامه مجلس در مجلس ششم از بروکسل با ماست. آقای مزرویی، عملکرد این دادگاه ها خیلی درخشان بوده که حالا میخوان تمدید هم بکنن؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز، به نظرم یکی از اشکالاتی که از ابتدا بر وجود این دادگاه وارد هست همین که این دادگاه ها به صورت علنی برگزار نمیشه و در واقع متهمان هم نمیتونند وکلای خودشون رو انتخاب کنند. در نتیجه با برگزاری این دادگاه ها اعتماد عمومی نسبت به این مبارزه‌ای که در واقع مبارزه با مفسدین هست نه مبارزه با فساد در جامعه جلب نشده و متاسفانه میشه گفت که حتی دستگاه های عمل کننده یک ارزیابی عمل کرده این دادگاه ها رو ندارن که در واقع بفهمند چقدر در طی این دو سالی که این دادگاه برگزار شده توانسته جلوی فساد رو بگیره و اثرگذاری مثبتی در فضای اقتصادی سیاسی ایران داشته باشه. از گزارش ها و اون چیزهایی که ما میشنویم این کم و بیش روشنه که الان وضع فساد بسیار بحرانیه، فساد شدیدی همه جا رو گرفته، بنابراین میشه گفت این دادگاه ها موفق نبودن. بنابراین چرا باید بریم دنبال دادگاه هایی که اولا موفق نبودن، دوم اینکه وضعشون هم اونطوریست که میبینیم، حق انتخاب آزادانه وکیل رو ندارن، حق تجدید نظر خواهی ندارن، این چه جور دادگاهیست که باید تمدیدن بشه آدم؟ خب اگر بخوام به بحث فساد در واقع بپردازیم و نحوه مبارزه با فساد، این یک بحث مفصلی رو میطلبه،
چون می شود گفت که فساد علانه به صورت ساختاری در نظام در اومده و طبعا برای اینکه با این فساد ساختاری مبارزه بشه نیاز به یک برنامه همه جانبه هست و به خصوص برای اینکه فساد در واقع جلوش گرفته بشه لازم است که یک شفافیت بر همه عملکرد نهادهای اقتصادی چه دولتی و چه بخش عمومی حاکم بشه. متاسفانه عدم شفافیت وقتی وجود داره نهادهای مدنی که بتوانند در مقابل این فسادها افشاگری کنند، مطبوعات، رسانه ها اون آزادی عمل ندارند، طبعا این مبارزه با مفسدینی که انجام میشه در واقع نوک اون کوه یخ رو میخواد بزنه، در حالی که اصل اون کوه یخ پنهانه و متاسفانه در همه ابعاد جامعه گسترش پیدا کرده. بنابراین من فکر میکنم که این دادگاه ها به این شکلی که تا کنون برگزار شده هرچند توانسته بعضی افرادی رو که دستشون آلوده به فساد بوده به محاکمه بکشد و به هر حال محکومیت هایی رو برای اونها صادر کنه، اما در مبارزه با فساد واقعا تاثیرگذاری نداشته. آقای مزروی خیلی ممنون از شما. علی مزروی از بروکسل با ما بود. گروهی از معلمان حق و تدریس فنی و حرفه‌ای و کارگران مخابرات روستایی در ایران امروز مقابل مجلس تجمع کردند. این افراد به پایین بودن سطح دستمزدهایشان انتقاد دارند و خواستار رفع تبعیض در پرداختها به کارگران روستایی و شهری و همچنین انعقاد قراردادهای دائم هستند. آیدا یونسی، خواهر علی یونسی، دانشجوی بازداشتی در ایران، در توییتی از تحت فشار بودن برادرش برای اعتراف تلویزیونی خبر داده. خانم یونسی نوشته به برادرش گفتند که اگر در اعترافهای تلویزیونی اتهامهایش را قبول کند، حکم اعدامش را به حبس ابد تبدیل می‌کند. خانم یونسی نوشته بعد از 5 ماه بازداشت، شکنجه انفرادی و بازجویی عمومی، 3 هفته است که مقام‌های زندان با تهدید و فشار اصرار بر مصاحبه تلویزیونی دارند. علی یونسی و امیر حسین مرادی، 2 دانشجوی دانشگاه شریف، در فروردین امسال بازداشت شدند. خانواده آقای مرادی هم از تحت فشار بودن او برای اعتراف اجباری خبر دادند. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، اتهام این 2 نفر را ارتباط با گروه مجاهدین خلق و داشتن اقلام انفجاری در خانه اعلام کرده، اما خانواده های آنها این اتهام ها را رد کردند. همزمان با آغاز تظاهرات ده ها هزار نفر از مخالفان در بلاروس، گزارش‌ها از مسدود شدن مسیرهای راهپیمایی توسط نیروهای امنیتی حکایت دارند. این 4مین باری است که در تعطیلات آخر هفته معترضان در مخالفت با انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو به ریاست جمهوری به خیابان ها می آیند. معترضها خواستار برکناری او، برگزاری انتخاباتی منصفانه و پایان دادن به خشونت پلیس هستند. در هفته گذشته نیروهای امنیتی برای سرکوب مخالفان تدابیر امنیتی را تشدید کردند و تعدادی از معترضان را هم بازداشت کردند. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، میگوید در صورتی که روسیه برای روشن شدن دلیل مسمومیت الکسی ناوالنی از رهبران مخالفان روسیه همراهی نکند، این کشور با متحدانش چگونگی واکنش به روسیه را بررسی خواهد کرد. وزیر خارجه آلمان از احتمال در نظر گرفتن تحریم‌های هدفمند علیه روسیه خبر داده و گفته کشورش تغییر روند همکاری با روسیه در پروژه نوردستریم 2 برای انتقال گاز از روسیه به اروپا را بررسی خواهد کرد. شهر بیت المقدس و چندین شهر دیگر در اسرائیل دیشب بار دیگر شاهد اعتراض هزاران نفر به دولت این کشور و شخص بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل بود. معترضان با پلیس درگیر شدند و تعدادی در جریان این اعتراض ها زخمی و بازداشت شدند.
مواردی که این معترضان را به خیابان‌ها و درگیری با پلیس کشانده، از پرونده فساد مالی آقای نتانیاهو تا مدیریت ویروس کرونا را در بر می‌گیرد. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. در حالی که نگاه جهانیان به تحرکات دیپلماتیک اسرائیل معطوف شده، برای این اسرائیلی‌ها خبر اصلی اینجا بود. در خیابان‌های بیت المقدس مثل دیگر نقاط اسرائیل، تیپ‌های مختلفی از معترضان دیده می‌شدند، ولی همه علیه دولت کشورشان یک صدا بودند. هر کسی اینجا در اعتراضات ضد دولتی امشب اومده دلایل خودش رو داره. بعضی‌ها علیه خشونت پلیس اینجا اومدن و بعضی‌ها علیه فساد در دولت نتانیاهو، ولی همه یه چیز می‌خواین. این دولت باید عوض بشه. ما مشکل بیکاری داریم و همینطور سوء مدیریت دولت در مهار ویروس کرونا. فهرستی بلند بالا از شکوایه‌ها علیه سیاست‌های بنیامین نتانیاهو که این روزها دلگرم به برقراری روابط رسمی با کشورهایی است که قبلا اسرائیل را به رسمیت نمی‌شناختند. اما از بیت المقدس گرفته تا شهر زادگاه بنیامین نتانیاهو، این معترضان او و سیاست‌هایش را به رسمیت نمی‌شناسند. سرمنشأ اعتراض‌ها پرونده دامنه‌دار تخلفات مالی نخست وزیر اسرائیل است، چه الان که نخست وزیر است، چه زمانی که وزیر ارتباطات بود. اتهام ساخت و پاخت با یک میلیاردر، سهامداران اصلی مطبوعات داخلی و شرکت‌های مخابراتی و یک کارگردان هالیوود. این معترضان نمی‌خواهند صبر کنند که محاکمه بنیامین نتانیاهو تمام شود تا تصمیم بگیرند که او برود یا بماند. 11 معترض دیشب در جریان این اعتراضات پر سر و صدا بازداشت شدند. 2 نفر از اعضای پلیس هم زخمی شدند. با توجه به شدت و حدت اعتراضها تعجبی هم نداشت. اینجا کسی تحت تأثیر اقتدار نظامی دولت نتانیاهو قرار نگرفته. با اینکه معترضان کمتر پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کردند، اما یکی از موارد اعتراض سوء مدیریت دولت در بحث کرونا بود. اسرائیل در روزهای اولیه شیوع ویروس کرونا به خاطر مهار این ویروس مورد تجلیل قرار گرفت، اما حالا بالاترین مورد سرانه ابتلا در جهان را دارد. اعتراض‌های دیشب مثل همیشه حواشی جالبی برای ناظران داشت، از جمله هنرمندی که با لباس یک زن اوریان ظاهر شد و خود را نقش بر زمین کرد. نهایتاً پلیس او را با اتهامی مشابه جریحه دار کردن عفت عمومی بازداشت و روانه زندان کرد. هنرمند مذکور آزاد شد، ولی مخالفان دولت نتانیاهو همچنان خود را زندانی و قربانی سیاست‌ها و مدیریت‌های او می‌بینند. سیاوش اردلان، بی بی سی. نگاهی دوباره داریم به مهمترین عناوین خبری این ساعت. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفته که ظرفیت تولید اورانیوم غنی شده در این کشور به میزان پیش از برجام بازگشته. آیت الله خامنه ای در پاسخ به رئیس قوه قضاییه ایران با ادامه فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی موافقت کرده است. در ادامه این برنامه، لنس کیندر قهرمان سکواش بریتانیا در 86 سالگی دوباره راکت به دست گرفته است. در آستانه مذاکرات بین الافغانی، گروه طالبان اعلام کرده که نخستین نشست مشترک تیم مذاکراتی این گروه با اعضای دفتر سیاسی این گروه در قطر برگزار شده. طالبان گفته ملا عبدالغنی برادر معاون این گروه رئیس و اعضای جدید تیم مذاکره کننده را معرفی کرده و وظایفشان را هم مشخص. بر اساس تغییرات تازه، مولوی عبدالحکیم حقانی ریاست هیئت مذاکره کننده طالبان را به جای محمد عباس استانکزای بر عهده گرفته. علی حسینی گزارش می‌دهد. تیم مذاکره کننده طالبان بارها و بیش از یک سال با مقام‌های سیاسی و نظامی آمریکا به مذاکره نشسته. حالا عمدترین تغییر جایگزینی این آدم است، دست راست محمد عباس استانکزی. جایگزین او مولوی عبدالحکیم حقانی است. آقای حقانی از پشتون‌های دورانی و از قوم اسحاق زی است. قاضی القضات طالبان بوده،
از نزدیکان ملا اختر محمد منصور رهبر کشته شده طالبان، یکی از گزینه‌های رهبری طالبان پس از مرگ آقای منصور و در نزد طالبان دارای جایگاه علمی و صلاحیت صدور فتوا. برخی به این باورند که تغییر در ریاست هیئت مذاکره کننده طالبان ناشی از اختلافات درونی طالبان و فشار پاکستان می تواند باشد، ادعایی که طالبان رد کردند. با توجه به ویژگی های مولوی عبدالحکیم، برخی به این نظر هستند که تقویت تیم مذاکره کننده بر اساس ارزش های ماهیت طالبان از دلایل این جابجایی است. ما از منظر محتوایی طالبان با فرستادن مولوی حکیم الله می خواهند که میز مذاکره را به مناظره تبدیل کنند روی آینده نظام اسلامی. اونا معتقد هستند که جهادشان دو مرحله داشت: اخراج امریکا از افغانستان و استقرار حاکمیت مبتنی بر شریعت. و از این منظر اصرار دارم که این موضوع به کرسی بنشینه. مولوی حکیم الله کسی بوده که در یک سال گذشته هم مطابقت مذاکرات با امریکا را در شریعت میسنجید و جواز و فتوا میداد. از دید برخی کارشناسان، ترکیب فعلی هیئت افغانستان قومی، حزبی و دولتی است و نمایندگانی که بتوانند در چارچوب فقه اسلامی، متن دین و زبان مدرسه موقف طالبان را به چالش بکشانند تعدادشان کم است و از این منظر در برابر طالبان متوازن نیست. دولت اما میگد هیئت آماده مذاکره است. تیم متحد، یک تیم ملی، یک تیم آماده با قوت، پشتیبانی ملی، پشتیبانی سیاسی واضح بر مذاکرات میریم. بسم الله الرحمن الرحیم. جدا از ترکیب اعضای تیم‌های مذاکره کننده، مسئله مهم یافتن دیدگاه مشترک بین دو طرف است. 20 سال جنگ فاصله ها را بسیار زیاد ساخته و اگر دو طرف به دنبال راهی مشترک برای پایان جنگ نباشند، راه های جداگانهشان همچنان به سمت جنگ می رود. علی حسینی، بی بی سی، کابل. پلیس بریتانیا از چند حمله با چاقو در مرکز شهر بیرمنگام خبر داده. در این حملات یک نفر کشته شده و دو نفر به شدت آسیب دیدند. به گفته پلیس 5 نفر دیگر هم زخم‌های سطحی برداشتند. انگیزه این حملات هنوز روشن نیست، اما پلیس احتمال تروریستی بودن آن را رد کرده. این حمله ها در منطقه‌ای رخ داده که میخانه ها و کلوب های شبانه در آن واقع هستند. با نزدیک شدن طوفان به مناطقی از ژاپن، بیش از 25,000 نفر ناچار به ترک خانه هایشان شدند. صدها پرواز لغو شده و قطارها متوقف شدند. در کره جنوبی هم مقام ها درباره احتمال وقوع باران های شدید و تخریب راه ها به دلیل طوفان هشدار دادند. این طوفان اگرچه کمی آرام تر شده، اما با سرعت بیش از 200 کیلومتر در ساعت در حال حرکت است. گروه های جستجو در بیروت میگویند که عملیات آنها پایان یافته، اما نشانه ای از زنده بودن کسی زیر آوار ناشی از انفجار اخیر پیدا نکردند. در یک نقطه بخصوص، یک ماه بعد از انفجار بیروت، حدود 50 داوطلب از جمله تیمی از کشور شیلی جستجو را به مدت 3 روز ادامه دادند. در پی این انفجار دست کم 158 نفر کشته شدند، بیش از 20 نفر مفقود شدند و 6,000 نفر زخمی. خانه های بیش از 300,000 نفر هم یا آسیب دیده یا از بین رفته. تعدادی از قایق‌هایی که در دریاچه‌ای در تگزاس در حمایت از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جمع شده بودند غرق شدند. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که گروهی از هواداران آقای ترامپ با قایق در یک دریاچه تجمع کرده بودند و حرکت همزمان آنها باعث ایجاد موجی بلند شد که غرق شدن تعدادی از این قایق‌ها را به دنبال داشت. به گفته پلیس، جستجو برای یافتن علت این حادثه آغاز شده. مقام های دولت بریتانیا در حال بررسی اقدام های جدید برای محافظت از، به گفته آنها، ستون های دموکراسی هستند، مانند دادگاه ها و مطبوعات. دیروز گروه محیط زیستی شورش علیه انقراض راه های ورودی به چاپخانه های روزنامه های راستگرا را که متعلق به روپرت مرداک است بستند و مانع رسیدن میلیون ها نسخه روزنامه ها به مغازه ها شدند.
روپرت مرداک قول رسانه‌ای به خاطر نحوه پوشش و مواضعش درباره تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین مورد انتقاد است. جاستین رولت گزارش می‌دهد. پریشب دیر وقت تظاهر کنندگان گروه شورش علیه انقراض ورودی 3 چاپخانه که متعلق به شرکت رسانه‌ای روپرت مرداک است را مسدود کردند. تظاهر کنندگان به پوشش ندادن موضوع گرمایش زمین توسط رسانه‌های آقای مرداک معترضند. آنها با قول زنجیر کردن خود به سازه‌های چوبی راه چاپخانه را بستند. تظاهرات باعث تأخیر در تحویل میلیون‌ها نسخه روزنامه شد. از جمله روزنامه‌های سان، تایمز، دیلی میل و دیلی تلگراف. ما اینجاییم چون احساس میکنیم رسانه ها و ساختار سیاسی بریتانیا درباره بزرگترین تهدیدی که تا به حال علیه این کشور وجود داشته بی تفاوتند. پلیس 72 نفر را دستگیر کرد تا راه ها را باز کند. سردبیران این روزنامه ها تظاهرات را یک اقدام زشت برای خفه کردن مطبوعات توصیف کردند. رفتار این تظاهر کنندگان خیلی احمقانه است. این رفتار دیکتاتورها و قدرت‌های تمامیت‌خواه در جهان و در طول تاریخ، خفه کردن پیام، حمله به رسانه‌های آزاد، دقیقاً کاری است که اینجا کردند. گروه محیط زیستی شورش علیه انقراض تظاهرات خود را هفته پیش آغاز کرد. سه‌شنبه گذشته نزدیک به 3000 فعال محیط زیست بیرون پارلمان تجمع کردند و راه را بستند. در میان آنها روان ویلیامز، اسقف اعظم سابق کانتربری. دستورالعمل‌های مشخص برای برگزاری این تظاهرات وجود داشت که یکیشون این بود که معترض‌ها وارد خیابون نشن. همون اول تظاهرات وقتی معترض‌ها اینجا در میدان پارلمان جمع شدن، تشویق شدن که بیان تو خیابون و راه رو ببندن. فقط در لندن بیش از 600 نفر دستگیر شدند. گروه شورش علیه انقراض میگوید برای تظاهرات در 4 روز دیگر هنوز برنامه دارد. جاستین رولت، بی بی سی نیوز، لندن. در پایان این بخش خبری تصاویر داریم از مسابقات اتومبیل رانی. این رشته ورزشی هم مثل خیلی از مسابقات ورزشی دیگه در ماه‌های گذشته به علت شیوع کرونا تعطیل بوده. اگر به سرعت علاقه دارید نگاه کنید این بخش خبری رو با تصاویری از مسابقه اتومبیل رانی در استونی به پایان میبریم. استونی کشوری در منطقه بالتیک در شمال شرقی اروپا است و این اولین باری است که استونی میزبان این مسابقات است. گزارش مربوط به لنس کیندر را در برنامه‌های بعدی خواهیم دید. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون از همراهی شما.